با نام یاد خدای مهربان، سلام و یک شنبه شبتان بخیر. به برنامه پس از خبر خوش آمدین. حامد کرزی رئیس جمهوری در دیدار با اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله نامزدان ریاست جمهوری روی تاریخ برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید تأکید کرده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده که در این دیدار که امروز یک شنبه در ریاست جمهوری انجام شد، از دو نامزد ریاست جمهوری خواسته شده که برای تسریع روند بررسی آرا همکاری کنند تا مراسم تحلیف هرچه زودتر برگزار شود. روز گذشته نیز حامد کرزی رئیس جمهوری در ملاقات با یان کوبش فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته بود که مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید باید تا کمتر از 10 روز دیگر برگزار شود. آقای کرزی تاکید کرده که این ضرب العجل قابل تمدید نیست و همه آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید به تاریخ 2 سپتامبر برابر با 11 سنبله گرفته شده، و این در حالی است که پیشتر اوباما در صحبت تلفنی با هر دو نامزد ریاست جمهوری خواهان پیشرفت در روند سیاسی و فنی انتخابات شده بود. من همت‌الله میثاق محمدی هستم و در برنامه امشب جناب آقای عزیز رفیعی رئیس مجمع جامعه مدنی افغانستان را اینجا در استودیو با خود دارم. که آقای رفیعی خیلی خوش آمدید به برنامه. این دیدار و این حرفا را چگونه بررسی میکنید؟ امیدوار هستم که یک پیام بسیار نیک برای مردم افغانستان داشته باشه و همچنان بتونیم یک نوع فضای تفاهمی را برای مسائل سیاسی افغانستان به قسم ایجاد بکنیم که در اونجا از یک طرف مشروعیت حذف نشود و از طرف دیگه هم بحث آینده و چگونگی حسابدهی و شفافیت در کار و به خصوص تخصص در کار دولت و زمام امور سیاست در افغانستان به ورشکستگی مواجه نشود. ما در مجموع در افغانستان در یکی از بحرانی ترین وضعیت های سیاسی اجتماعی اقتصادی قرار داریم که متاسفانه انتخابات یکی از به اصطلاح همون نقاط بسیار پرفشار این بحران موجود است، یا اگر بحران خطاب نکنیم همین مخمسه موجود است. این مخمسه میتونه برای آینده افغانستان یک درس بسیار بزرگ تاریخی باشه و همچنان برای کسانی که یک نوع درک دقیق توامیت اجتماعی و ملی را در افغانستان کمتر احساس میکنن، برای از اونا یک مقدار به اصطلاح انگیزه بده که برای آینده افغانستان و خصوص برای افغانستان همشمول و افغانستانی که بتونه یک پذیرش درست از نقطه نظر مبنای دقیق انسانی اجتماعی و فرهنگیش بر افغانستان ایجاد بکنه. حالا با توجه به حرفای امروز رئیس جمهور و تاکید روی زود هنگام برگزار شدن مراسم تحلیف و تسریع روند بازشماری و بازرسی، پایان این بنبست را چگونه میبینید؟ من فکر میکنم که هم رئیس جمهور هم کمیسیون انتخابات افغانستان و هم کاندیداها تمامی تلاششانی است که به هر پیمانه که میشه مشروعیت انتخابات باید صدمه نبینه. یعنی رئیس جمهور آینده افغانستان که تعیین میشه باید مبتنی بر انتخاب دقیق مردم افغانستان باشه. بعد نظام سیاسی آینده افغانستان برای از اینکه جنجال به اصطلاح خدا نخواسته حذف مطرح نشود، چون در افغانستان یک آسیب پذیری بسیار بزرگ اجتماعی که ما داریم است که ما فکر میکنیم زمان پیروز هستیم که طرف مقابل ما حذف شود. دموکراسی این اصل کاملا رد میکنه، این اصل فرهنگی گذشته ما را. ما در گذشته ها همه طور فکر میکردیم و سیاست در افغانستان قسمی بود که شما زمان موفق هستین که دیگران را حذف کنید. دموکراسی درس بسیار جدیدی برای مردم افغانستان میده، نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای بسیار کشورهای دیگه که مثل ما فکر میکردن در گذشته هایشون. دموکراسی میگه که نه، شما نمیتونید همیشه از حذف صحبت بکنید، شما از قناعت طرف مقابل، از درک به اصطلاح متقابل بین شما و دیگران بحث میکنن. یک بحث بسیار جدی در دموکراسی همی است که ما برای حذف دیگرانی بلکه برای قناعت دیگران باید کوشش کنیم، باید دیگران را بفهمانیم که به اون پیمانی که ما حق داریم زندگی بکنیم شما هم حق دارین زندگی بکنیم، ولی این حق شما وابسته به مو کیفیت کار شماست، به اندازه رأی شماست، به اندازه اعتمادی که مردم نسبت به شما داره. دولت آینده افغانستان یک دولت بسیار برآمده از یک بحران انتخاباتی یا یک بحران سیاسی است که من فکر میکنم این به همون دوستی میمونه که آدم پس از یک جنگ به دوستی میرسه. متوجه باشین که از نقطه نظر فرهنگی و عارف ما وقتی شما از یک برخورد سخت اجتماعی بیرون میایین با همسایه‌تان یا با دوستتان یا با یک رفیقتان، شما دوستان بسیار خوب میتونین باشین. من زیاد خوشبین هستم که آینده میشه با سیاست خوب و به خصوص سیاست خوب دو طرف
بسیار به خوبی ترسیم شود برای افغانستان و برای مردم افغانستان و این سرآغاز یک درس نو در تاریخ افغانستان باشه که ما دیگه در صدد حذف طرفین نیستیم، بلکه در صدد پذیرش بسیار تکنیکی و بسیار درست و پروفشنال و متخصصانه طرف یکی دیگه خود هستیم. درست. امروز رئیس جمهور از هر دو نامزد هم خواست که به خاطر تسریع روند همکاری کنند و پیشتر از این هم از نماینده ویژه سازمان ملل متحد خواسته بود و پیشتر از آن هم روز پنجشنبه دیدار داشته با سفیر آمریکا در کابل. حالا این سرعت روند که بیشتر مطرح است، فکر نمی‌کنین خب انتخابات طولانی شد، قضایای انتخاباتی بسیار پیچیده و با بن‌بست روبرو شد، حالا این شتاب‌زدگی در پایان کار چقدر فکر میکنین که به سود زیان است؟ ما بسیار امیدوار هستم که خدای ناخواسته عجله باعث نشود که ما کیفیت کار خود خراب کنیم، یعنی کیفیت حسابدهی و شفافیت در روند انتخابات خراب شود. اگر خدا ناخواسته در بحث انتخابات و در کل فرایند انتخابات ما با یک عجله برخورد بکنیم و خدای ناخواسته زمینه یک نوع بدگمانی و ناباوری مردم دوباره شکل بگیره، بعد ترمیم دوبارهش خیلی مشکل میشه. ما امیدوار هستم ما یکقدر حوصله کردیم، مردم افغانستان خیلی تحمل کردن، مردم افغانستان از نقطه نظر وضع اقتصادی و وضع اجتماعی خیلی در یک بحران بسیار جدی هستند. در یک اجازه بتین باز بحران اصلاح بکنم با کلمه مخمصه بسیار جدی هستند که خیلی رنج میبرن، خانواده ها خیلی وضعیت پریشان دارن، مردم وضعیت پریشان داره، دستگاه های اقتصادی کشور خیلی وضعیت پریشان داره، دستگاه های نظامی کشور خیلی وضعیت پریشان داره، کار در دستگاه سیاسی دولت به صورت قطعی وجود نداره، وزارتخانه ها در خواب هستن، مامورین دولت کاملا در خواب فرو رفتن. این مخمصه بسیار جدی ایجاد میکنه که شکل گیری دوباره سیاست در افغانستان و بیداری مردم در دور بعدی بنابر یک تخصص و بنابر یک باور و یک شفافیت باشه. اگر خدای نخواسته با این عجله ما کار انجام بدیم که نوی از اعتبار به هم بخوره، خیلی خیلی خطرناک بود. این شتاب رو شما از کدام ناحیه میبینین؟ این در حالی است که هر دو نامزد ریاست جمهوری اخیرا اعلام کردن که به توافقات سیاسی رسیدن و پیش از این هم آقای اوباما صحبت داشته با هر دو نامزد، از آنها خواسته تا به توافق برسن. فکر میکنن که فشارهای بیرونی باعث میشه به خاطر او مسائلی که در عرصه بین المللی متوجه افغانستان است، و یا نه او چیزی که مهم بود در داخل توافق سیاسی و دیگه به دست آمده و سیاست امیدوار کننده است و میریم به طرف حکومت جدید؟ البته چندین تشویش متعدد با آنچه که شما گفتین اضافه میشه وجود داشته باشه. یک بحث بسیار کلان در بحث خود شخص رئیس جمهور است. کسانی هستند هم در دستگاه دولت و هم بیرون از دستگاه دولت که اونا آوازه میندازند که آقای کرزی رفتنی نیست و میخواد به اصطلاح دوران خود دوام بده و نوعی از کارهای انجام بده که به نفع خودش بیانجامد. رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی بسیار آرزو داره که برای اولین بار یک گزار مسالمت آمیز بدون خونریزی و بدون جنگ تجربه کنه و یک به اصطلاح سنگ بنا و تهدا بره بمونه برای یک آینده خیلی باز و خیلی دموکراتیک برای آینده افغانستان که شاید برای در طول تاریخ افغانستان برای اولین بار ما هم چک تجربه را میکنیم و خیلی همه مردم امیدوار هستند که بسیار یک تجربه شیرین باشه و یک تجربه خوب باشه با تمام جنجالایی که پیش اومده. عجله دومی است که یک فضای نسبی برای اعتماد روی کمیسیون مطرح شده، یعنی کمیسیون تانسته در چند روز گذشته یا در چند هفته گذشته یک مقدار کارهای تخصصی و غیر جانبدارانه انجام بده و به اصطلاح هم حقایق اشتباهات گذشته را برملا بکنه و یک مقدار موضع‌گیری درست‌تر بکنه که هم اعتبار مردم رو بالا میبره و هم اعتبار پروسه را و فرایند. از طرف دیگه یک نوع فضا در کل جبهه اجتماعی سیاسی و فرهنگی افغانستان ایجاد شده که این وضعیت باید به یک راه حل برسه و از طرف دیگه جامعه جهانی هم خیلی علاقه داره که مشکل و معضله افغانستان از این مخمصه دیگه بیرون شوه، بره به طرف یک راه حل که مردم افغانستان حداقل بتونه بره قبول بکنه. با اون لحاظ تمام این بحثا رو شما وقتی که با هم یک جا جمع میکنین، تمامی بحثای دیگه که او به اصطلاح مردم هم پیش خود داره و تشویشای متعددی که وجود داره ناشی از نفوذ بیگانه ها در افغانستان، ناشی از نفوذ همسایه های ما در افغانستان، ناشی از تخاصمات قومی و گروهی و سمتی و غیره که در افغانستان وجود داره، یک مقدار مشکل حل میکنه. ما باور من این است که اگر یه عجله بنابر واقعیت عجله نی بلکه بنابر یک تخصص کاری باشه خیلی مفید است برای آینده افغانستان. ما دقیقاً که تجربه انتخابات آخر افغانستان به مثابه یکی از بزرگترین درس‌ها آموخته شده در تاریخ انتخابات افغانستان و در تاریخ
دموکراسی نوین افغانستان ثبت خواهد کرد. تشکر. وقفه کوتاه داریم، در ادامه همچنان بینده این برنامه باشه. سلام دوباره شما بیننده برنامه پس از خبر به گونه زنده و مستقیم از آریانا نیوز هستند. بحث امشب ما روی دیدار رئیس جمهور کرزی با نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و تاکید رئیس جمهور بر برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در 11 ماه سنبله و برابر با 2 ماه سپتامبر میلادی. و اینجا در استودیو با من جناب آقای عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان است. آقای رفیعی، توافقات که به دست آمده و بر مبنای این توافقات حکومت زیر نام حکومت وحدت ملی ایجاد میشه، چقدر از روی کرد سیاسی مدنی برخوردار است؟ البته تلاشی است که یک نوع پرکتیکالیتی اجتماعی را در این بحث‌ها به اصطلاح داخل شود، یعنی داخل کنند که بتونه به اصطلاح جوابگو باشه به آنچه که نیازهای بسیار جدی پس از انتخاباتشان است. برمیگرده به دو کاندید، به اعضای دو تیم که اینا بالاخره به بحث افغانستان و به بحث انتخابات و به بحث کار تخصصی خودشون چگونه فکر میکنند، چی خدمات را اینا بیشتر به اصطلاح میخواهند و مردم ارزش ها و چی کارهای را اینا میخواهند به اصطلاح در دولت بعدی خود مطرح بکنند، در مجموع در کل دولت بعدی خود، که بتونه به اصطلاح مردم از یک طرف قناعت بده، دستگاه خود سیاسی نظامی خودشان را به اصطلاح یک کم استوار بکنه و جامعه جهانی را قناعت بده که اینا ظرفیت، درایت و کفایت کاری را دارن و از اعتماد کامل جامعه جهانی برخوردار هستند. ما باور ما این است که جامعه جهانی این بار کمک های خود بدون قید و شرط به افغانستان بازگسیل نخواهد کرد. اونا یک مقدار با حسابدهی بیشتر، با یک مسئولیت بیشتر و همچنان با یک سنجش بیشتر به افغانستان خواهد پرداختن. اگر سیاستمدارای افغانستان از فرصت ها به عنوان یک حربه های خوب و مفید استفاده بکنن خوب، ولی اگر با فرصت ها بازی بکنن، ما شاید از نقطه نظر اعتبار بین المللی یک مقدار خدشه‌دار شویم و زمینه مساعد شود برای تباعد ما با جامعه جهانی یا فاصله گیری ما از جامعه جهانی، که خیلی میتونه برای افغانستان مضر باشه. کشورهای همسایه ما هم بسیار تلاش دارن که افغانستان به یک جایگاهی نرسه که بتونه زودتر از اونا به قدرت‌های بزرگ برسن. به اول لحاظ بازی نه تنها در سطح خود کشور ماست، بلکه در سطح منطقه ما خیلی جدی است و خیلی با جدیت پیش میره. امیدواری مردمی است که رهبران ما از تجربیات تلخ گذشته خود میآموزند و شاید جدیترین امیدواری هم همی باشه، یعنی بحثی که واقعا مردم فکر میکنن که رهبران سیاسی ما میآموزند که ما چگونه خود در سطح منطقه خود و در کشور خود تثبیت بکنیم. اگر ما در کشور خود این رهبرا رو تثبیت نکنیم، متاسفانه باخت ما خیلی جدیتر از وضعیت خود بود که حالا ما فعلا داریم. یعنی این وضعیت به مراتب بهتر از اون وضعیت خود بود که ما خدا نخواسته در باخت بعدی یا در به اصطلاح نسنجیدگی درست کار پس از انتخابات میرسیم. اگر ما به صورت دقیق به این مسئله بیندیشیم و فکر بکنیم و بحثا از بحثای گروهی خود ما یا از تکتای کاندیداتوری خود ما بیرون شود برای افغانستان فکر کنه، باز در اون صورت سناریو بسیار خوب خواهد بود. یعنی به این معنا که اگر بحث برنامه برای افغانستان، بحث کار تخصصی و ارائه خدمات برای افغانستان مطرح شود، بحث حسابدهی بیشتر، بحث حکومتداری بهتر، بحث قانونمندی بهتر، بحث عدالت در آینده مطرح شود، ما شاید به مدارج بسیار بسیار خوب برسیم و تیم‌های مخالفی که در سیاست با هم اختلاف دارند، اینا روی منافع کاری مشترک برای افغانستان یا خطوط کاری مشترک برای افغانستان به تفاهم برسن، خیلی نتیجه میده. باور من این است که هر دو رهبر فعلا یا هر دو کاندید، هر دو پشتا کاندید پشتاز به این نتیجه رسیدن که ما دیگه نمیتونیم بازی بکنیم. حال زمان است که ما باید تعهد بکنیم برای کار آینده و روحی پذیرش برای به اصطلاح کار کردن آینده خیلی نزدیک میشه. این زمان نزدیک میشه که اینا واقعا به تعهداتی که با یکدیگر میکنن صادق باشن. اگر اینا از صداقت بیشتر استفاده بکنن، مردم هم اعتمادش بیشتر میشه. ولی اگر اینا صداقت نکنن، مثلا در پیش روی تلویزیون ها یک بحث باشه و پشت سر تلویزیون ها دیگه بحث باشه، یا در روی صحنه یک بحث باشه و در پشت صحنه دیگه بحث باشه، بعد به اعتمادی از اینا بسیار زود لیک میکنه.
چون کسانی در هر دو تیم وجود داره که اونا نوعی از توامیت و وحدت مردم افغانستان نمیخوان. اونا پیروزیشان بیشتر در جنگ است تا در صلح. اینجا پرسش مطرح میشه که همه میگن مردم، شهروندان، هر دو نامزد میگه مردم ما و شهروندان افغانستان، اگر پس و انتخابات یک بررسی داشته باشن از کنش و واکنش مردم در تناسب به فضای سیاسی و کنش‌های سیاسی که پیش آمد، چگونه بررسی میکنین و چی مینامین این نوع رفتار را؟ البته میخواییم یک نکته را خدمت شما عرض بکنم که یک اصطلاح بسیار عامیانه هست که کارد به استخوان رسیده. اگر به ما اجازه بدین که بفرمایید بگویم که کارد به استخوان مردم رسیده. مردم نان ندارن، آرامش ندارن، سکون ندارن، مسئولیت ندارن، امنیت ندارن. شما وقتی امنیت نداشته باشین، شما وقتی خواب راحت نداشته باشین، وقتی کار مطمئن نداشته باشین، شام خانه تان بر بگردین بدون نان برای اولادایتان، دیگه شما کارت با استخوانتان دقیقاً که رسیده. این وضعیت فقط یک تلنگر کار داره، یعنی یک جرقه کار داره و این جرقه میتونه خیلی قیمت تمام شد برای افغانستان و برای مردم افغانستان. ما امیدوار هستم که رهبران سیاسی افغانستان از پشت کاخهای مرمرینشان، از پشت کاخهای مسئولشان، از زمینها و خانه های چند جریبه و چند بسوایی و چند به اصطلاح اتاقه و اپارتمان هایشان یک مرتبه بیرون شوند و ببینند که مردم هر روز سوگوار جوان خود است. پدرها، مادرها، پدرها شام وقتی به خانه میان نان برای خوردن اولاد خود نمیتونن بیارن. این وضعیت خیلی خیلی خطرناک است. اما فکر نمیکنن باید مردم بیشتر واکنش نشان میدن و سکوت نمیکردن و بی خیال این قضایا نمی بودن؟ ما میخوایم بگیم که مردم به دو علت واقعا یک مقدار تحملشان بیشتر است. یک علت اساسی که مردم تحملش بیشتر است و اینست که باور دارن که دموکراسی نتیجه میده، برای افغانستان کار میکنه، یعنی یک رئیس جمهور از طریق نگاه خوشبینانه است. یک نوع نگاه خوشبینی است که مردم تقریبا در 13 سال گذشته نمی خوشبینی را گرفتن. شما نمیتونید یک شبه خوشبینی را بکشین از ذهن مردم. این وجود دارد از ذهن مردم. مردم هم نوعی از این تصور دارد. و بحث دومی است که حضور قوت‌های خارجی در افغانستان است. مردم عوام ما خارج از تمامی بحث‌های سیاسی در افغانستان باورشان این است که حضور خارجی‌ها در افغانستان یک نوع اعتماد است نسبت به آینده. حتی مردم عوام وقتی ما پرسان بکنیم که خدا نخواسته جنگ میشه یا ایگپا میشه، مردم نه 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 چیزی گپ نمیشه، هست هست، نفرا هست، آیساف هستن، هست ناتو هست، مثلا امریکایی ها هستن، خارجی ها هستن. بله. ما باور ما یه است که یک نوع از نقطه نظر روانی یک نوع پشتگاهی یا به اصطلاح پناهگاهی مردم احساس میکنن که نمی جنگ نمیشه و جنگ امکانش نیست. با اون لحاظ من فکر میکنم که اگر خدا نخواسته ما کوچکترین اشتباه برای مشروعیت انتخابات بکنیم، خیلی اشتباهی بزرگ است که باز دیگه جبران نمیشه و بعدا وقتی که انتخابات به تکمیل میرسه و ما یک رئیس جمهور مشروع از طریق انتخابات با رأی مردم میداشته باشیم و طرف مقابلش هم هر کدامش که باشه میره به صفت یک نفر دیگه در مقام دوم ریاست دولت افغانستان، در مقام دوم دولت افغانستان، بعد یک نوع تفاهم بین اینا وجود میشه، چون اینا مشروعیت بالاتر دارن دیگه. اگر شما به دور اولشون هم ببینید اینا 45% و 31% گرفتن، 31% و 45% تقریبا میشه در حدود 76%. یعنی این دو کاندید 76% آرای مردم دارن، یعنی 76% اعتبار مردم با ایناست. بله. حالا این که چگونه هست، در این دور دو مردم رفتن نرفتن، رای دادن ندادن، در مجموع این دو کاندید دارای 76% آرای مردم از دور اول هستن. یک مشروعیت بسیار کلان هستی. ما فکر میکنم که هیچ دولت تا بالا تا آقای کرزی در دور اول 76% نداشت، دور دوم هم تقریبا 76% نداشت. فکر نمیکنین که جنجال های انتخاباتی و پس انتخابات این مشروعیت را کاهش داده دیگه؟ من میگم که اگر دقیقاً اگر اینا بله فقط میخواستم امیر بگم که اگر اینا کار تخصصی را نکنن، اگر اینا از این فرصت به عنوان یک فرصت بسیار خوب و طلایی به خودشان است، به نفع خودشان و به نفع به اصلاح تیمهایشان است، نتیجه وارو نخواهد میشه. به همون خاطر هم هست که ما تمام آرزوی ما این است که این دو کاندید بیشتر از این که حال فیرند سر جنجال های بسیار اساسی و غیر اساسی خود فکر میکنن، برای چگونگی پرداخت برای مردم افغانستان پس از پیروزی انتخاباتشان فکر کنن خیلی مفید خواهد. خیلی ممنون جناب آقای. و همچنان این رویه در تیمشان باشه.
مشکل بسیار اساسی که ما داریم این است که در بالا دوستا گپ میزنن، در پایان کس خبر نداره. امیدوار هستم که در پایان دیگر را بفهمند که ما دچار چی نوع وضعیت هستیم، چی نوع تعامل است، چی نوع صحبت است، چی نوع صحبت هایی میشه، چی نوع گپ هایی میشه، که پایان بفهمند و فضا بخشند. خیلی ممنون جناب آقای عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، از حضورتان در برنامه پس از خبر. پایان برنامه امشب، تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.